هشتمین روز مهر ماه برابر با 30 سپتامبر، روز بزرگ داشت مولانا جلال الدین محمد ابن بهاءالدین معروف به مولوی. جلال الدین محمد ابن بهاءالدین محمد معروف به مولانا، مولوی، مولای روم و جلال الدین رومی در بلخ به دنیا آمد و در کودکی با پدرش بهاءالدین محمد به آسیای صغیر یا همان ترکیه امروزی سفر کرد و در قونیه مستقر شد. مولوی پس از فراگیری علوم از پدر و دیگر استادان قونیه و شام به تدریس پرداخت و بعدها با عارفی به نام شمس الدین محمد تبریزی در قونیه ملاقات کرد و از دیدار او چنان به تب و تاب افتاد که دیگر تا پایان عمرش هیچگاه از ارشاد وی بی نیاز نشد. غزلهای مولوی به منزله دریای جوشانی از عواطف حاد و اندیشه‌های بلند شاعر است که با نشیب و فراز همراه است. مولانا جلال الدین رومی سرانجام در 68 سالگی درگذشت و پیکرش را در قونیه به خاک سپردند. سال 1317 خورشیدی برابر با 1938 میلادی، پایان کنفرانس تاریخی مونیخ در آلمان قبل از جنگ جهانی دوم. پس از انضمام اتریش به آلمان، چون کشورهای عمده اروپا یعنی انگلیس و فرانسه در برابر هیتلر عکس العملی نشان ندادند، لذا هیتلر مصمم شد چکسلواکی را هم ضمیمه خاک آلمان کند. در این میان نوویل چمبرلن نخست وزیر محافظه‌کار انگلیس به مونیخ پرواز کرد تا در کنفرانسی که آدولف هیتلر و بنیتو موسولینی رهبران آلمان و ایتالیا و ادوارد دالادیه نخست وزیر فرانسه نیز در آن شرکت داشتند حضور یابد. هدف از برگزاری این کنفرانس یافتن راه حلی برای اختلافات آلمان و چکسلواکی و حل و فصل مسائل اروپا بود که در نهایت به الحاق ایالت سودت چکسلواکی به آلمان منجر شد. سال 1344 خورشیدی برابر با 1965 میلادی، وقوع پرتلفات ترین کودتای قرن بیستم در کشور اندونزی. پس از استقلال اندونزی، دکتر احمد سوکارنو به عنوان اولین رئیس جمهور این کشور برگزیده شد، اما با گرایش وی به چپ و وابستگی روزافزونش به بلوک شرق، موقعیتش را در میان گروه‌های دست راستی از دست داد. در این مدت حزب کمونیست اندونزی نیز به نیرومندترین تشکیلات سیاسی کشور مبدل شد. در این میان دکتر سوکارنو طی یک ماجرای اسرارآمیز که کودتای حزب کمونیست اندونزی محسوب می‌شد، وضعیتی نامعلوم یافت. پس از آن در یک ضد کودتا به رهبری یک ژنرال ارتشی به نام سوهارتو، ارتش اندونزی به بهانه خونسا کردن توطئه کودتا از طرف حزب کمونیست دست به یک ضد کودتا زد و صدها هزار نفر از اعضای حزب کمونیست اندونزی را کشت. ضد کودتای سوهارتو یکی از کشتارهای بی سابقه را در تاریخ به نمایش گذاشت که در جریان آن ظرف چند روز اول بین 400 تا 700 هزار نفر از مردم اندونزی قتل عام شدند. سال 1360 خورشیدی برابر با 1981 میلادی، کشته شدن فکوری فلاحی نامجو، کلاهدوز و جهان آرا در سانحه هوایی.